استفاده سوء از شرایط سخت خبرنگاران و مردم در افغانستان. مسئولان رسانه ها به قول معروف به اندازه دوتای پشم خبرنگاران و کارمندانشان اهمیت قائل نیست. چرا واقعا؟ برام خدا سلام بر شما دوستان عزیز. 19 قوس و 10 دسامبر هست. بگرام را که میبینید شما دوستان عزیز 3 تا عکس استفاده کردیم. یکیش الحاج محترم احسان الله بیات هست، رئیس عمومی تلویزیون آریانا، شرکت مخابراتی افغان بی سیم و بنیاد خیریه بیات یا بنیاد بیات که در جان هستن، که بسیار به هزاران نفر هم در گوشه و کنار افغانستان کمک میکنن. و یک طرف دیگه هم فوزیه وحدت هست که خبرنگار تلویزیون آریانا و گویندهشان هست که به گفته خانم وحدت 11 سال است در اونجا کار میکرده. و در وسط هم شوهر فوزیه وحدت هست که او هم کارمند سابق تلویزیون آریانا بوده، ولی در 13 نوامبر متاسفانه در دشت برچی به شهادت رسید. صحبت امروز فرامان رفتار نادرست و غیر انسانی مسئولان رسانه ها در افغانستان با خبرنگاران هست. یکی از مورد هایی که در این وقتها شکایت شده و در این روزا در این ساعت گذشته شما زیاد در شبکه‌های اجتماعی دست به دست هم میشه میبینید، رفتار مسئولان تلویزیون آریانا با فوزیه وحدت هست. البته آنچه که ما برای شما دوستان به خانش میگیرم ادعای خانم فوزیه وحدت هست که اصلی ماجرا واقعا چی بوده تلویزیون آریانا هم شاید دلایلی داشته باشه که بعدا شاید خودشان وضاحت بده یا نه. در صورت من نمیتونم بگم که حکم بکنم که 100% می ادعای فوزیه وحدت حقیقت داره. اما فوزیه وحدت میگه چون من شوهرم به شهادت رسید 20 روز رخصتی کردم، بعد از اینکه به تلویزیون رفتم مرا گفت تو باید استعفا بدی چون 20 روز رخصتی کردی و بعد از اینکه تو شوهرت دفن کرده بودی بعد از روز سوم باید برمیگشتی به دفتر و کار میکردی. او گفت من نمیتونستم از لحاظ روحی روانی و متن بودم نمیتونم این کارو بکنم، استعفا ندادن. بعدن اینا را منفک کردن بر اساس ادعای خانم وحدت. دلیل منفکیش هم نوشته کرده که چون شما در دوره امتحانی 20 روز رخصتی کردین ما تو رو منفک میکنیم، دوره امتحانی بوده خوش شما نمواد برو بخیر. اما در حالی که به گفته خود فوزیه وحدت 11 سال است که خانم وحدت در تلویزیون آریانا به عنوان نطاق و گوینده کار میکنه، دوره امتحانی دوره ای است که مثلا یک ماه، یک هفته، 10 روز یا 2 ماه بالاخره یک نفر در یک جای میره کار میکنه دیگه داره، تا هم با محیط اداره آشنا شه و هم مسئولان اداره بفهمه که این آدم به درد ما میخوره یا نمیخوره. حالا تلویزیون آریانا برای زی آدم نوشته کرده که چون دوره امتحانی بود و یه آدم 20 روز رخصتی کرد ما منفکش کردیم. خانم فوزیه وحدت میگه که برای من معاش یک ماه اخیر هم نداده در حالی که باید برای من میداد و من مشکلات اقتصادی همانطوری که معلوم میشه اشاره کرده که دارم، یعنی گفته من به 40 شوهر خود نیاز بسیار زیاد به اینم معاش داشتم. معلوم است که مشکل اقتصادی داشته. خب در افغانستان فعلا کی هست که مشکل اقتصادی واقعا نداشته باشه؟ در صورت اینو بسیار ناراحتی کرده که برای من هم به عنوان خبرنگار در داور بود و ما متاسفانه در افغانستان شاهد هستیم که این گونه برخوردا در تمام رسانه‌های افغانستان با خبرنگاران میشه. خبرنگار مثل یک کالا استفاده میکنه، کهنه شد انداز دور. کدام ضمانتی به خاطر کارشان وجود نداره، تضمین کاری وجود نداره. یعنی به اصطلاح بهترش بگیم امنیت شغلی برای خبرنگاران در افغانستان وجود نداره به هیچ عنوان، در حالی که کار خبرنگاری در افغانستان بسیار بسیار سخت است. با تهدیدهای زیاد مواجه هستی، با خون خود به اصطلاح بازی میکنی، با زندگی خود بازی میکنی. اما مسئولان رسانه ها نه تنها که رفتارشان حرفه‌ای نیستند بلکه رفتارشان غیر انسانی هم هستند. من اینجا معیار ای پست فیسبوکی خانم وحدت قرار نمیدم دوستان عزیز، به خاطر از اینکه ممکن مسائل دیگه باشه که خانم وحدت ننوشته و ما شما نمیدانیم. ممکن حق با تلویزیون آریانا باشه، ممکن حق با فوزیه وحدت باشه، اما این در افغانستان یک واقعیت هست که مسئولان رسانه ها چون آدمای حرفه‌ای هم اکثرا نیستن، برخوردشون هم حرفه‌ای نیستن، بلکه برخوردهای غیر انسانی میکنن. خبرنگار دشنام میده، پدر و مادر رو صدا دشنام میده در حالی که حق نداره. من در پیش چشم خود با بسیاری از خبرنگار رو برخوردم که نیم شرایط تجربه کردم، چی در رسانه‌ای که خودم کار میکردیم و چی در رسانه‌های دیگه که ما شاهد بودیم متاسفانه کار می‌کردن. مدیرها با خبرنگاران، مسئولین با خبرنگاران و مدیرها رفتارهایی داشته که توهین‌آمیز بودن. پدر و مادر و زن و فرزند رو دشمن می‌تن.
هر وقت دلش رو استخدام میکنه، هر وقت دلشون رو اخراج میکنه. اگر خبرنگار خودش استعفا بده و رسانه رو خبر نکنه، یک ماه دو ماه از معاشش کسر میکنه. زمانی که خبرنگار رو باز اخراج میکنه، حتی یک روز معاش اضافه هم برشون پرداخت نمیکنه. این در رسانه های افغانستان متاسفانه یک امر عادی هست. و در اینمی وقتها که متاسفانه کار کم شده و خیلی از رسانه ها هم واقعا مجبور بوده که کارمنده ها رو کم بکنن، ولی یک رفتار اینا با مردم و با خبرنگارای خوب پیش گرفته که به نحو میخه از مجبوریت اونا استفاده بکنن. هی ماششون کم بکن، ای دینیم و ماش کار میکنی، کار رو که نمیکنی برو من نفر دیگر رو با جاید میارم. این رفتار با بسیاری از خبرنگارا شده. من این لحظه با ده ها خبرنگار حداقل آشنایی دارم که این رفتار قد از اونا شده. ماشون اگر 20,000 بوده حالا میگه براتون 10,000 میتونم. میفهمه که خبرنگار دیگه کار نداره که بره، اصلا کار در افغانستان نیست که برای خبرنگار انجام بده، مجبور است موافقت بکنه که معاشش 10,000 شود. وقتی که نیاز میشه یا خبرنگار یک جای لاتکوب میشه، توهین میشه، نیاز میشه که از او حمایت صورت بگیره، رسانه ها پشتش قرار نمیگیره، از او حمایت نمیکنه. بارها اتفاق افتاده در رسانه‌ای که من کار کردم، همین اتفاق افتاده و در رسانه های دیگه هم. بسیاری از خبرنگارا زمانی که در اجرای وظیفه متاسفانه به شهادت میرسه، کارمندان تلویزیون‌های شهید هستند دوستای عزیز و مطبوعات، که اکثر رسانه‌ها حتی هیچ گونه همکاری که با خانواده‌اش نکرده که هیچ، بلکه بعد از اون رفتارهای بسیار زننده با خانواده‌اش داشته، معاش باقی مانده‌اش رو نداده، توهین کرده، تحقیر کرده. این مسائل متاسفانه در افغانستان بسیار بسیار زیاد هست. دی روزها هم که خبرنگارا جانشان در خطر هستن، نظام سقوط کردن، یک گروهی را که سالها در لیست تروریست ها بوده و خبرنگارا از او خبر ساخته و اما خرابکاری هایشان را پوشش داده، حالا جانشان در خطر هستن، باید میبر آمدن به جای خبرنگارانی که در تهدید هستن، خیش قوم های نمزی مسئولان رسانه ها متاسفانه میره. یک واقعیت هستن. چرا این گونه میشه؟ از شرایط خبرنگارا همیشه وقت استفاده سو میکنه. شما میل از افغانستان برین با تمام خبرنگارا صحبت بکنید، 80% خبرنگارا معاش چندین ماه تا یک سالشون سر رسانه ها مانده ولی پرداخت نکرده. چرا پرداخت نکرده؟ حالا فرض کنیم فوزیه وحدت اگر ادعایش واقعیت داشته باشه، صدای خود پیشکی ببره. مسئولان گروهی که حالا در افغانستان مسلط شده، اگر پیش از اونها برو شکایت بکنه، خب اونها مخالف کار کردن زنان هستن این لحظه، به خصوص در رسانه ها. خب ملامتی هست دیگه. ولی خوب است که آقای احسان الله باید با خانم فوزیه وحدت یک همکاری دیگه مشارکت میکردن. میلیون ها افغانی رو میری کمک میکنی، هر طرف تلویزیون آریانا هم نشون میدم، تاثیر درد نکنه بابت از کمک های آقای بیات. ولی خب حداقل فرض کن که همین آدم هم یک فقیری بود، تو برش یک چند بوجی گندم و آرد دادی، 20 روز معاش نمی اجرا میکرد، میگذاشت میومد وظیفه خود برمیگشت. البته در صورتی که این ادعایی را که فوزیه وحدت میگه حقیقت داشته باشه، ما باید بود دیگر هم در نظر بگیریم. خبرنگارا همین لحظه اکثر نتونسته که تاییدی از رسانه خود بگیره که من خبرنگار بودم در اینجا کار کردیم، به عنوان پرودوسر، کارگردان، نتا، خبرنگار، کامرمن، گارد یا هر چیز دیگه، یا حتی آشپز. من یک نمونه واضح میگم، اون چیزی که با خودم گذشته. من خواهرم در تلویزیون رای فردا چیزی که 2 سال به عنوان گوینده رادیویی کار کردم، نیاز داشت که می تجربه کاری خود بکنم. به خاطر از اینکه کسی با نام صابر عرفانی از مثلا تلویزیون رای فردا یک مشکلاتی با شخص من پیدا کرده بودن که داستانش هم خیلی زیاد است، نمیخوام روش بپیچم، برای خواهرم تجربه کاری 1 ساله دادن. خب ولی چرا؟ ما نمیفهم واقعا. در حالی که می تلویزیون رای فردا من حداقل با 4 نفر از دوستای صحبت کردیم که اصلا یک روزم در تلویزیون رای فردا کار نکرده، تجربه کاری چندین ساله نمیزه رزن رای فردا داره. من میتونستم میره با استاد محقق شکایت بکنم، جناب استاد محقق این رقم وضعیت است، چرا این نفر این کارو کرده؟ میتونستم این کارو بکنم. مطمئن هستم آقای محقق همین گفت منم قبول میکرد 100% به صابر عرفانی میره گوشمالی میداد که چرا این گونه این کارو میکنی. خب ولی من این کارو نکردم، گذشت کردم. ولی خیلی از خبرنگاران دیگه شاید بسیار بدتر از این تجربه میکنن. من خبرنگار رو میشناسم که در رسانه چندین سال کار کرده، تجربه کاری برش نمیده. چرا نمیتونم بگم؟ از تو خوشم نمیاد، نمیتونم برید.
بسیاری از رسانه ها ملحظه در داخل افغانستان پول میگیرن، مسئولانشان تجربه کاری برای خبرنگاران، برای افرادی که اصلا خبرنگار نبوده جور میکنن. شما چی فکر میکنید صدها خبرنگار هر روز رسانه ها اعلام میکنه که از افغانستان نجات داده شد بیرون رفت، این خبرنگار چرا ختم نمیشه؟ در حالی که ما که به عنوان خبرنگار با جامعه خبرنگاری در افغانستان در ارتباط هستم، بسیاری ها رو میشناسم، امیل احزه دوست عزیز 70% 80% خبرنگار داخل افغانستان مانده، فقط 20% 30% شاید تونسته که از افغانستان برایه، در حالی که دو برابر نفوس خبرنگاران افغانستان افراد به نام خبرنگار از افغانستان بیرون شده. واقعا من متاسف هستم، امیدوار هستم که اینا یک روز اصلاح شود و امیدوار هستم که خبرنگارا هم در این قبال ها در این طور موضوعات زیاد گذشت نکنن، اگر چیزا رو بگن واقعا گذشت کردن بد هست، خودت هم ضرر میکنه، مردم ضرر میکنه و شرایط خبرنگارا واقعا دشوار است. حرف زیاد برای گفتن نیست دیگه، امیدوار هستم که حداقل امی قذیف خانم فوزیه وحدت بررسی شود. اگر حق با تلویزیون آریانا باشه، ادعای خانم فوزیه وحدت این گونه بودن، باید ملامتگاه را فوزیه وحدت بپذیره، و اگر واقعا حق با فوزیه وحدت بوده و این گونه که نوشته کردن بودن که احتمالش هم میره، تلویزیون آریانا واقعا یعنی چی بگم، حداقل کاری که میتونه به عنوان خبرنگار دیگه همو کارا را سعی نمیکنم، همو تلویزیون را سعی نمیکنم، ولی صدای مردم باید، صدای خبرنگارا باید شنیده شود. تا درود دیگر.